ما سيلينا زي زيمبروز ما بيك جلسات دقي نقاط دقي بخش جينيتيك رسيدين كي سكس ترمانيشن يا تعيين الجنسيات نمبره چنانچه از نام از معلومه در این بخش از ژنتیک ما زیادتر کوشش میکنیم خصلت هایی که در کروموزوم های جنسی اونا رو به شما معرفی کنیم که برای بار اول توسط یک شخص که ای در مگس دروزوفیلا یا مگس سرپی که ما به شما میگیم که ای به وجود آمد و این مگس در ترتیب یا در ترکیب جنس مذکر هوموگامیتیک و جنس مؤنث هتروگامیتیک برعکس به اصطلاح انسان میتونست باشه، به خاطر که انسان مرد هتروگامیتیکه و خانم هوموگامیتیکه. پرنده ها هم به همون شکل که جنس مذکر از او هومویه و جنس مؤنث از او هترو هسته. برای مشخص کردن این دسته به صورت کل میبینیم شما اینجا جنس مذکر که هومو بوده به این شکل و جنس مؤنث است که هترو بوده به این شکل نشان دادن. خب البته ما نقاط دیگی در رابطه به خود انسان ها برای شما بگم که انسان ها به صورت کل به دو نوع کروموزوم دارن که کروموزوم های X و کروموزوم های Y هست. اینها به صورت کل وظیفه از اینا تعیین جنسیت است که در تعیین جنسیت رول بسیار مهم و عمده ای داره. وقتی پدر و مادر اینها در تشکیل جنین رول اساسی دارند، به صورت کل کروموزوم ها از اینا میتونن رول اساسی داشته باشه که من در جلسات بعدی گفتم، قبلی گفتم برای شما که کروموزوم های جنس مذکر عمدتاً کروموزوم های X و Y هست و کروموزوم های جنس مؤنث XX هست. خب وقت تشکیل گامت میدن اینا یکی از کروموزوم ها خور آزاد میکنن و زایگوت بسته میکنن و اگر مرد کروموزوم X خور آزاد کرد با X خانم جنسیت دختر میشه و اگر کروموزوم Y خود توسط اسپرم آزاد کرد با X خانم یک جا شد چی میشه؟ کروموزوم ها جنس به اصطلاح مذکر میتونه باشه. تنها چیزی که بسیار مهم و عمده در بعضی از حیوانات برعکس انسان ها میتونه باشه که کروموزوم های جنسی جنس مذکر اومزایگات ها و کروموزوم های جنسی جنس مؤنث هترو پس بنابراین ما در اینجا دریافتیم که به صورت کل کروموزوم های جنسی یک جور کروموزوم است که در برای انسان به خصوص از 23 جور کروموزوم یک جور کروموزوم از کروموزوم جنسی یا سکس کروموزوم یاد میکنه که این در بالای خود یک تعداد از خصلت ها را میتونه انتقال بده از والدین به اولاد و برای بیشتر این کروموزوم ها برای تعیین جنسیت رول اساسی داره. خب مسئولین عزیز، ما یک بحث دیگه داشتیم. ما در ادامه این بحث خود در فصل بعدی این درس خود که به نام جهش ها یاد میشد. محصلین عزیز، به صورت کل ما میتونیم به صورت کل جهش یا میوتیشن رو بگیم تغییرات ناگهانی بین جن ها و کروموزوم ها. متوجه شدین؟ ما تغییرات ناگهانی بین جن ها و کروموزوم ها چی میگیم؟ میگیم میوتیشن. خب میوتیشن ها به صورت کل میتونیم بگیم که میوتیشن ها میتونن در جن باشن، میتونن در کروموزوم باشن. به صورت کل میوتیشن هایی که در سطح کروموزوم رخ میده او باعث تغییر لوکس ها میتونه باشه یا تغییر یا لوکس ها میتونه تغییر بده که ما و شما در کروموزومی دیدیم که ما جهش ها یک سلسله خصلت های در قسمت های مختلف کروموزوم رخ میده که کروموزوم میتونه ادیشن باشه یا یک لوکس اضافه شه، میتونه دلیشن باشه، یک لوکس کروموزوم بیخی قطع بشه یا از بین بره، یا انزرشن بشه یا فرض مثال انورشن بشه که برعکس فرض مثال لوکس 3 بره به جای 4 بیایه به جای 3، که اینا تفاوت های هستن که باز اینا رو ما و شما خدا کنه که از نزدیک بتونیم ببینیم که اینا رو برای شما توضیح باز معسلین یاد ما بدن که امیر توضیح کاملتر
در کروموزوم ها بده. میایم سر جهش ها یا میوتشن های ژنی. میوتشن های ژنی مسئولین عزیز، تغییر در ژن به وجود میاد که این اما یک چیزی برای شما بگم، همین تغییراتی که در کروموزوم به وجود میاد، این امکان داره تغییراتی باشه که برای والدین از ببخشن نتونه برای نسل بعدی انتقال بده، اما تغییراتی که در ژن ها میاد اینا امکان داره که برای نسل های بعدی هم میتونه انتقال بده. خب پس در اینجا ما میوتیشن را گفتیم که تغییرات از یک نسل به نسل دیگه هست. ما اگر کلن جهش را همونطور که برای شما پیشتر گفتم یا به اصطلاح میوتیشن را طبقه بندی کنیم به صورت کل طبقه بندی ما دو رقمه. یکی زایشیه. زایشی چیه؟ زایشی یعنی که از بعد تولد به وجود آمده باشه. بدنی چیه؟ بدنی یه که بعد از تولد به وجود آمده، یه قبل از تولد که در شکم مادر بوده و این بعد از تولد به وجود آمده. متوجه شدین؟ یا میتونه قبل از تولد، بعد از تولد هم میوتیشن در بدن انسان، حیوان، نبات رخ میده. پس این قبل از تولد میتونه باشه و این بعد از تولد میتونه باشه. که زایشی یا قبل از تولد میتونه کروموزوم های جنسی باشه و اتوزوم کروموزوم باشه. ببینید شما میتونه توسط کروموزوم های جنسی مثلا در انسان کروموزوم اکس و وای، در این کروموزوم ها میتونه چی باشه؟ میوتیشن رخ بده. در اتوزوم یا کروموزوم های جسمی هم میتونه رخ بده. خب ژن در کروموزوم دیگه، یکی میوتیشنی که در کروموزوم رخ میده نظر به میوتیشنی که در ژن رخ میده، این مراتب میتونه متفاوت باشه. به خاطر از اینکه میوتیشنی که در کروموزوم رخ میده جایگاه های کروموزومی یا لوکس های کروموزومی به هم میخوره، اما در داخل لوکس ها ژن ها وجود داره و میوتیشن های ژنی فقط خود ژن یا در سطح دی ان ای تغییرات به وجود میآید. میوتیشن های به اصطلاح ژنی ای در سطح دی ان ای تغییرات به وجود میآید، اما میوتیشن های کروموزومی مثلا این رو یاد داشته باشه، میوتیشن های کروموزومی در سطح کروموزوم یا در سطح به اصطلاح خود لوکس ها به وجود میآید، اما میوتیشن های ژنی در سطح چی؟ در سطح دی ان ای به وجود میآید. خب ما اگر بدنی را بگیریم، بدنی هم به صورت کل به دو نوعه، این زایشی میتونه در کروموزوم جنسی در اتوزوم باشه، اما در بدنی که یک شخص وقتی بعد از تولد میشه امکان داره این جهش یا میوتیشن از این مغلوب باشه، میتونه غالب باشه. اگر مغلوب بود خب تاثیر خاصی نداره، اگر ژن های غالب بود خب میتونه که تاثیرات خاصی داشته باشه. این هم میتونه هم در سطح کروموزوم باشه و هم در سطح ژن میتونه باشه. خب در سطح کروموزوم های جنسی عیناً مثل از این بدنی بری، میتونه غالبیت و مغلوبیت در اتوزوم هم میتونه غالبیت و مغلوبیت خود داشته باشه. خب اینال بر اساس اندازه میوتیشن ها ما میتونیم دو دسته، یکی نقطه‌ای و یکی کلی تقسیم کنیم. متوجه هستیم اصلی؟ ما میوتیشن ها رو میتونیم نقطه‌ای، میتونیم کلی به وجود بیاریم. میوتیشن های نقطه‌ای چیه؟ تغییر در قطعه بسیار کوچکی از دی ان ای که معمولاً شامل یک نکلوتید یا یک جفت نکلوتید میتونه باشه. مثلا ادینین با تایمین، سایتوزین با گوانین، امکان داره در یک جفت یا امکان داره در دو جفت نکلوتاید یک سلسله تغییرات به وجود بیاید. مثلا ادینین با تایمینه، نه؟ میای ادینین با سایتوزین میشه. این یک تغییر کوچکه، یک در یک یا در دو تا. اما جهش های کلی چی است؟ یا میوتیشن های کلی تغییرات بیش از یک جفت نکلوتاید. میتونه حتی یک قسمت ژن باشه. در اینجا شامل تمام ژن ها میتونه باشه، تمام کروموزوم ها به دسته از کروموزوم های یا پلیپلوید ها باشه، یا کدام اونایی که دیپلوید، انسان دیپلویده، مثلا یک جوره پلیپلوید یعنی بیشتر از یک جوره وقت کروموزوم داشته باشه، اینا میتونه پلیپلوید باشه. اما جهش های ساختاری ما در صورت کل گفتیم دو نوع، جهش بر اساس اندازه دو دسته، بر اساس اندازه یعنی چقدر اندازه میتونه بگیره، میتونه اندازه کوچکتر بگیره که در سطح دو نکلوتاید باشه، میتونه اندازه بزرگتر بگیره که حتی در سطح یک ژن باشه. اما جهش های ساختاری چی رقمه؟ اونها که در ساختار در محتوای نکلوتید
تغییراتی به وجود میاره. مثلا میگن جهش های جانشینی، جانشینی یک نکلوتاید به جای نکلوتاید دیگه میاد. در بالا ادینین با تیمین، پایین سایتوزین با گوانینه. سایتوزین با گوانین میره با بالا، ادینین با تیمین میاد در پایین. یعنی این دو تا جا خور تغییر میدن، جهش در بین ادینین و تیمین نمیاد، نکلوتاید از جا خور تغییر میدن. این میشه چی؟ جانشینی میشه. مثلا در بالا ادینین با تیمین، در پایین سایتوزین با گوانین. سایتوزین با گوانین میره بالا، ادینین با تیمین که در بالا میای به پایین، این جانشینی میگن. خب در جانشینی ما چند چیز داریم. یکی جهش های انتقالی داریم یا ترانزیشن، عین مثل ازی در داخل کروموزوم هم به عین شکل رخ میده که در آنها یک پیورین با پیرمیدین با پیورین دیگر یا پیرمیدین با پیرمیدین دیگر جانشین میشه. به شما گفتم پیورین ها در اول دین ای گفتم پیورین ها مثلا ادینین ها، ادینین و گوانین، ادینین با سایتوزین، ادینین با تیامین، سایتوزین با گوانین. گوانین هم ادینین هم اینا از جمله چی هم پیورین های اینا دو القی هن. امکان داره همین دو القی ها جا خور عوض کنن، یکی پین بیای و بالا و از بالا بیای و پین. فقط تنها اینا چی هن؟ در باند های پیورین و پیرمیدین هستن و بی از چه اینا هم جانشینی هن. جهش های جایگزینی ناهم جنس که این به نام ترانسورشن میگن، ترانسورشن آنهایی که یک پیرمیدین با یک پیورین یا بالعکس تعویض میشن. متوجه شدین؟ پیرمیدین جا خوب پیورین میده و پیورین جا خوب پیرمیدین. او قبلی چیه؟ فقط پیورین ها جا خوب عوض میکنن، یک پیورین با پیورین دیگه یا یک پیرمیدین با پیرمیدین دیگه. اما این برعکس از اوی، یک پیورین با پیرمیدین جا خوب عوض میکنه. همین ساختار تغییرات در جانشینیه، هر دو تا جانشینیه. این پیورین ها با پیورین های پیرمیدین ها با پیرمیدین های و این پیورین با پیرمیدینه یا پیرمیدین با پیورینه، میتونه جا خوب عوض کنه. نقطه دوم جهش های عصبیه. جهش های عصبی چی هست؟ عصبی یک قسمتی از نکلوتاید یا ژن یا حتی در سطح کروموزوم یک قسمت از کروموزوم از بین میره که این دلشن هم میگن. ما میگیم انزرشن یا جهش های افزایشی که در سطح ژن هم به وجود میاد و در سطح کروموزوم هم به وجود میاد. اینا چه کار میشه؟ اضافه شدن یک یا چند نکلوتاید اضافی. نکلوتاید ها اضافه میشه، چندین بار اضافه میشه. وقتی اضافه شد در داخل دی ان ای، این جهش های افزایشی میاد. همیشه در اصلاح نژاد جهش های افزایشی اینا رول بسیار مهم و عمده داره که چندین بار تکرار رو وجود میاره، فرکانسی ژن رو بالا میبرن. این میشه جهش های افزایشی توسط دست مصنوعی کار میکنن برای اصلاح نژاد یا تقریبا خصوص در نبات و در حیوانات دیگه. برای اصلاح نژاد همیشه کوشش میکنن که این تعداد تکرارها رو بالا ببرن، فرکانسی ژن بالا ببرن که افزایش میدن چندین بار به اصطلاح یک ژن. در اما در کروموزوم افزایشی که بشه، مثلا لوکاس دو که برای 5 انگشت یک کیلوگرم اضافه میشه 6 انگشت میشه. اما ما اگر بیایم این جیر جهش های افزایشی یا انزرشن هم بگیریم داخل یک ژن، دو جهشی که در داخل یک ژن فعال واقع میشود بسته به این نسبت به هم موقعیت به اصطلاح چیه داره، یا سیس میگن یا یک برنامه ترانس هم یاد میکنن، تاثیر متفاوت میتونه باعث شه که بسیار مهم و عمده میتونه باشه. اما اگر ما تعداد جن ها در کروموزوم ها مد نظر داشته باشیم، تعداد جن ها اثرات فینوتایپی متفاوت میتونه داشته باشه. همه که نگفتم اصلاح نژاد میتونه فینوتایپ تغییر کنه اگر نقصه های یک جن برای کروموزوم های همتا یکسان نباشن. وقتی یکسان باشن که چی؟ اگر یکسان نباشن تکرار را زیاد کنن، میتونه اینها از نظر فنوتایپ یا از نظر شکل ظاهری هم تغییرات به وجود بیاره. اما یکی پیش دو تا خوانده بودیم، یکی جهش عصبی بود نه؟ یه تعداد جنها در کروموزوم دو تا بود از جهش های افزایشی و نقطه سوم از تغییر در محل یک جنه که میتونه باعث بروز فینوتایپ های جدید گردن، به خصوص وقتی که جن به نزدیکی هتروکروماتین نقل مکان پیدا میکنن. کروماتین ها به شکل به اصطلاح ناهمسان، وقتی کروماتین ها ناهمسان باشن اینها تغییر در یک محل جن به وجود میاد که اینها
میتونه جابجایی جایی باشه. یا مثل پیشتر میتونه تغییر در یک به اصطلاح و یک کروموزوم غیر هوملوگ باشه. اینجی تغییر در محل یک جنه. محل یک جین چی میتونه باشه؟ محل یک جین یک کروموزوم میتونه باشه. او تغییرات در جین بود، این تغییرات در چی؟ در لوکس یا در سطح کروموزوم میتونه باشه. عین شکله که جابجایی یا ترانزکشن ترانسلوکیشن تغییر در یک محل کروموزوم غیر هومولوگ وجود میاره. البته نه هومولوگ، غیر هومولوگ کروموزوم هایی که همسان نیست. یکی دوم از وارونگیه، جابجایی جین ها در داخل یک کروموزوم. مثلا لوکس یک جا خورد به لوکس دو میده، لوکس دو میای به جای یک، که اینا مشکل به وجود میاد، که اینا میتونه خطرناک هم باشه، که دلشن هم میتونه باشه که دلت بشه از بین بره بیخی، یا ادشن دو برابر بشه، یا کلن به اصطلاح بازوی پی و کیو اکس بیه پی بیه به جای کیو، کیو بیره به جای پی، بازوی کروموزومی کلن از نظر سنترومیری تغییر بکنه. اما جهشار میتونه به اساس منشأ خود به صورت زیر تقسیم کرد. اینا چیه؟ به حساب منشأ، منشأ از این جهش های خود به خودیه که به نام انورشن میگه. منشأ جن ها ناشناخته که این به نام چی؟ سپونتانیوس میوتیشن هم میگن اینا. و اغلب جهش های پیشینه ای بکگراند، اونایی که بکگراند یا پیشینه ای داشتن به خصوص در والدین از اینا، یا قبلا در این جهش ها در سطح منطقه یا محیط دیده شده. و یک کنترل ژنتیکیه که این کنترل ژنتیکی مشخص شده که قابلیت تغییرپذیری و جهش یافتن برخ جنها تحت تاثیر جنهای دیگر قرار میده، که این هم مهمه که در اینجا ما و شما جهشزاهای خاص میتونیم بگیم که جهشزاهای خاص چیه، تاثیرات از اونا یا تاثیرات محدود به یک لوکس یا جن، یک جن میگه. فقط تنها تاثیر از این محدود به چی میشه؟ در یک لوکس یا موقعیت ژنی یا در یک قسمت ژنی میتونه باشه، یا موقعیت کروموزومی میتونه باشه. اما جهش‌زاهای غیر اختصاصی داریم، یکی خاص بوده یکی غیر اختصاصی، چندین جن مختلف تحت تاثیر قرار میده. اینها میای روی این تغییرات میای روی چندین جن در چندین قسمت میای میشینه و تاثیرات خود خود میده. به کنترل ژنتیکی بود. و جیم جهش های القا شده که اینها عمدتا به وسیله عوامل غیر طبیعی محیطی مثل موارد چی؟ کدام موارد؟ اشعای یونیزه. اینها غیر طبیعی هستند، یعنی در به شکل غیر طبیعی به وجود میاد. طبیعی اونیه که از ابتدا، اما اینا در محیط به وجود میاره. این خود محیط بعضی مواقع باعث تغییر در ژن میشه که این میوتیشن های محیطی میگن، که وقتی که بعد از ولادت ها بیشتر به وجود میاد، یعنی وقتی در تاثیر محیط قرار گرفته، حتی در تاثیر محیط های خود چیز هم میتونه باشه، محیط های داخل بدن هم میتونه باشه، این تاثیرات محیطیه. اما این تاثیرات بیرون از محیط بدن میتونه باشه، اشعه یونیزه، تغییرات در ظرفیت کیمیایی، مواد ناشی از پرتاب های الکترونیکی به وسیله پروتون، پرتاب های ذرات پروتون، نیوترون یا اشعه الفا، گاما، اشعه اکس، اینها به وجود میاد. دو، پرتاب های غیر یونیزه که اینا سطوح انرژی اتم ها رو افزایش میده، مثل اکسیدیشن یا خود پایداری از اینا رو کاهش میده، و طور مثال مورای بنفش یا حرارت ها که انمیل اعمال تغییرات محیطی میبشه. ما شما میبینید که تغییرات درجه حرارت به هم خورده. اشعای مورای بنفش معمولا باعث تولید دیمر ها به خصوص باز تایمین میتونه باشه، ادینین با تایمین سایتیزین بکنید، بازهای یا همون بازوهای تایمین میتونه باشه، یعنی باعث اتصال بازهای تایمین برای یک رشته میتونه باشه، که این میتونه تاثیرات بسیار مستقیمی داشته باشه. اما سوم، میوتیجن ها یا جهش‌زاهای کیمیایی، این هم مهمه که مواد کیمیایی استفاده میکنه بیش از حد، به خصوص انمی اول مواد غذایی که برای کانسر، برای کانسرها، برای دیگه بعضی چیزهای دیگه که استفاده میکنن مواد کیمیایی میزنن. اینا فاست فود ها، اینا مواد کیمیایی زده میشه به خاطر نگهداری از اینا. اینها میتونه عوارض یا نواقص بسیار زیاد داشته باشه، که این میتونه خود میوتیجن ها یا جهش‌زاهای کیمیایی، اینا میتونه اشتباه در نقصه برداری به وجود بیه، که وقتی که کروموزومچی ها به اصطلاح در تقسیمات عضوی ببخشن در ساختن پروتین
در اجره اونمونجا اگر امی تقسیمات اشتباه بگیره میتونه میوتشن های بسیار خطرناکی به وجود بیاره که در سطح جن های جهش یافته در هنگام همانند سازی دی ان ای وقت دی ان ای در تقسیمات مایوسیس در تقسیمات مایتوسیس که میخوای همانند خود بسازه در این وقت میتونه این جهش ها به وجود بیاره. مثلا چی؟ مواد میوتوجنی انالوگ که پایه از اونها شبیه به پایه ساختار نیکلیک اسید ها میتونه باشه که اینها بسیار مهم هستند. یا مثلا اینج ممکنه که اشتباهات به جای از اونها در ساختار دی ان ای به کار برده شن. دی ان ای ممکنه اشتباهات رو انجام بده که به نام اکردین باعث افزودن یا از شدن بازو یا وسیله جاگیری بین دو بازوی متوالی میتونه باشه که بسیار خطرناک میتونه باشه. اشتباهات نقص برداری بود. اما تغییر مستقیم جین ها در زمانی که دی ان ای در حال امانندسازی نیست، دی ان ای اونجا امانندسازی یعنی وقتی که دی ان ای امانند خود میسازه اشتباه صورت میگیره در امانندسازی. ای وقتی در حالت امانندسازی نیه او قومه پیونده. برای مثال اسیدهای نایتروژن به وسیله امینو اسید زدایی به طور مستقیم باعث تبدیل ادینین میتونه باشه که این ای مسئله بسیار مهمه که هپوگزاتین یا اپوگزانتین میگن و سایتوزین به یوراسل میتونه برگرده. اینها نقاط هستن جهشزا که اینها بسیار مهم بودن که ما برای شما توضیح دادم محصلین عزیز. دیگه این بخشم از ما و شما ختم شد. انشالله تا بخش دیگه شما خداوند به خداوند ممنون میسپارم. شاد و موفق باشین. روز خوش. خدا حافظ.